کدام گزینه درباره گیرنده های حسی انسان و سایر جانوران صحیح است؟ گیرنده های شیمیایی پای مگس همانند گیرنده های شیمیایی زبان انسان نوعی نورونن. بچه ها اگر گیرنده های شیمیایی زبان انسان رو شکل رو بهید نگاه کنید هیچ ربطی به نورون نداره، اتفاقا یه رشته عصبی هم اومده بهش وز شده بتونه پیام رو منتقل کنه. پس گیرنده های شیمیایی زبان انسان نورون نیستن، نورون تمایز یافته نیستن. گیرنده های بینایی چشم مار برخلاف گیرنده های بینایی شبکیه با پرتوهای فروسرخ تحریک می شوند. بچه ها نکته مهم دقت کنید، اون چیزی که توی مار با فروسرخ تحریک میشه گیرنده های چشمش نیستن، گیرنده های فروسرخ زیر چشمشن، پس گیرنده های بینایی چشم مار نیست. گزینه دو هم رد شد. در ساختار چشم مرکب حشرات همانند ساختار یک چشم انسان عدسی ها، خب بچه ها یک چشم انسان یک عدسی داره نه عدسی ها، پس این دوتا با هم در تناقضن و این گزینه ها رد میشه. گیرنده های مکانیکی صدا در جیرجیرک برخلاف یاخته های مجدار حلزونی گوش مستقیما به پرده سماخ متصل هستند. گیرنده های مکانیکی صدا در جیرجیرک مستقیما به پرده سماخ متصل هستند، متصل هستند برخلاف یاخته های مجدار حلزون. خب شما میدونید بچه توی حلزون گوش انسان، حالا من بخوام یه همچین سیستمی بکشم، خب پرده سماخ مثلا این برقرار داره، بعد این پرده سماخ میلرزه، ارتعاش منتقل میشه به دریچه بیزی، مایع درون حلزون میلرزه و بعدش یاخته های مجدار حلزون میلرزه، یعنی پرده سماخ خیلی فاصله داره با یاخته های مجدار، پس این برخلافش هم درسته و پاسخ ما هم میشه گزینه 4. رو